آرمین نیکنام دانش آموخته مطالعات آمریکا از فلوریدا همراه ما هستند وقتتون به جناب نیکنام چند روز بیشتر تا انتخابات آمریکا باقی نمونده نظر ها گزارش رسانه های مختلف و تحلیلگران چه تصویری به ما میدن؟ سلام خسته نباشید همونطور که خودتون گفتی تو این چند روز مونده این نظرسنجی ها بیشتر تمرکز دارن روی ایالت های کلیدی ایالت هایی که امروز هم مثلا هریس و ترامپ توشون سفر کردن برای تبلیغات انتخاباتی نوادا و اریزونا جورجیا و نورث کارولینا و پنسیلوانیا ویسکانسین و, و میشیگن تمرکز عمده روی این ایالت هاست سفرهای انتخاباتی به اینجا انجام میشه و خب اینقدر همین ایالت ها چون به صورت سنتی به یکی از احزاب رأی نمیدن هر بار در این چند سال اخیر به یک حزب رای دادن و چون که اختلاف توشون بسیار اندکه و مثلا از ویسکانسین یا میشیگان بگیرید که یا حتی جورجا که توی سال 2020 عمدتا این ایالت ها رو بایدن با اختلاف مثلا ده هزار تا یا شاید هفت هزار تا رای برد و نظر سنجی هم که میشن نمیتونن واقعا توی وضعیتی که اینقدر رقابت ها با هم نزدیک هستن اونقدر اطلاعات بسیار دقیقی به ما بدن بنابراین باید ثبت کرد و دید و چیزی که الان خیلی داره وضعیت رو مشکل تر میکنه همونطور که شما الان داشتید میگفتید در مورد این, اطلاعات نادرستی هست که داره, داره گسترش پیدا میکنه چه در شبکه های اجتماعی و چه حتی در خارجشون یعنی این چیزی که تحت عنوان کمیته سلامت انتخاباتی در نظر گرفته شده از بعد از سال 2020 که ترامپ شکستش رو توی انتخابات نپذیرفت این کمیته ها توی تبلیغات کمپین های انتخاباتی ترامپ در ایالت های مختلف هم حضور دارن یعنی مثلا در آریزونا هم تیم تبلیغاتی دونالد ترامپ یک داره که همزمان داره در مورد اینکه چقدر در آرا تخلف صورت میگیره مدام به مردم گزارش میده این چیزی هست که اتفاقا تیم مرکزی دانالد ترامپ همش در موردش به خود او هشدار میده ولی خب ترامپ خیلی به حرف کسی گوش نمیده و حرفی که در موردش زده میشه اینه که وقتی که تیم تبلیغاتی دانالد ترامپ تاکید میکنه که انتخابات سالم نیست باعث میشه که بعضی از آدم هایی که میخوان به دانالد ترامپ رای بدن ممکنه حاضر نشن بهش رای بدن چون که در همون حالی که تیم داره تبلیغ میکنه و رای دادن به دانالد ترامپ رو داره صحت و سلامت انتخابات رو اساسا زیر سوال میبره اتفاقی که مثلا توی سال سرپیشه توی جورجیا هم افتاد یعنی انتخابات رو ترامپ اونجا باخت و خب طبعا بایدن رئیس جمهور شد و بعد دو هفته بعدش انتخابات سنا بود توی ایالت جورجیا و هر دو صندلی سنا در اونجا مورد جز انتخابات بودن توی اون دو هفته‌ای که بعد از انتخابات بود ترامپ مدام میگفت که در انتخابات جورجیا در جورجیا تخلف صورت گرفته و عده بسیاری میگن که دلیل اینکه اون دو کرسی سنا رو جمهوری خواه توی اون انتخابات باختن یعنی جان آسوف و رافائل وارناک دو تا دموکرات اون دوتا با کرسی رو بردن به خاطر این بود که خیلی از مردم دل سرد شدن به خاطر حرفای تام چون و در انتخابات رأی ندادن حالا کاری هم که ایلان ماسک داره میکنه توی توییتر به این چیزها دامن میزنه و بنابراین این شبکه بسیار عجیبی که به وجود اومده از رقابت بسیار نزدیک توی ایالتها فاصله بسیار اندک نامعلومی های نظرسنجی ها و اطلاعات نادرست همه چیز رو گلالودتر و سختتر و سختتر میکنه برای اینکه آدم بتونه هیچ تصوری داشته باشه که چه اتفاقی قرار بیفته هر چقدر که شرایط گلالودتر باشه هر چقدر که شرایط نامعلومتر باشه امکان سوء استفاده بعد از انتخابات بیشتر وجود داره و همه میگن که از این آب گلالود ماهی گرفتن راحت تره برای شخصی مثل دونالد ترامپ که همیشه معتقد انتخاباتی که او درش پیروز نشده قطعا انتخل... تخلف توش صورت گرفته ممنون از توضیحاتتون آرمین نیکنام دانش آمخته مطالعات آمریکا که از فلوریدا همراه ما بودید